همه عبارت های زیر صحیح هم بجز دوباره یه سوال یک چار یک نماد هر زیر لایه معین با دو عدد کوانتومی N و L مشخص می شود کاملا درسته یعنی شما بگی چهار S یعنی عدد کوانتومی شو بگی بگی چهار با عدد کوانتومی L مثلا صفر مشخص میکنه در تو کدوم زیر لایه داری صحبت میکنی ولی نمیگه در تو کدوم یکی از الکترون های اون زیر لایه داری صحبت میکنی که این تو کتاب نظام قدیم بود و الان بررسی نمیشه دو در عناصر دوره دوم جدول زیر لایه اس پر شده و زیر لایه پی در حال پر شدن است آخ این عبارت غلطه چرا؟ چون شما عناصر دوره دو همش که اینطوری نیست الان عنصر لیتیوم با عدد اتمی سه آرایش الکترونیش چی میشه؟ یک اس دو دو S یک لایه دومش داره پر میشه ولی لزومن زیر لایه اسش که پر نشده همین عبارت غلط جواب دو گزینه سه در هر زیرلایه لایه حد اکثر گنجایش الکترونی به کمک رابطه دو در دو به علاوه یک محاسبه می شود این عبارت هم درسته فرزن اگر سر جلسه هم دیدی نمیتونی بهش برسی یعنی عبارت برات غریبه بود و تا حالا ندیده بودی دو سه تا از این لایه ها رو انتخاب کن و امتحان کن یعنی کلا اس و پی و دی و اف و عدد کوانتومی فرعی الاش و بلدی بذار ببین آقا همون تعداد الکترون رو میده بله میده پس جواب یعنی گزینه درسته و جواب ما نیست چهار هر چه مقدار عدد کوانتومی اصلی یک لایه بیشتر باشد ظرفیت پذیرش الکترون بیشتری دارد کاملا درسته شما هر چقدر انت بزرگتر باشه الکترون بیشتری هم داخلش جا میگیره طبق رابطه دو ان که می شود و نوشتیم دو اندو دو شما تو لایه اول دو تا و همینطوری ال آخر پس این عبارت هم درسته دنبال عبارت غلط بودیم و جواب گزینه دو خواهد بود